آدینه 27 شهریور ماه 1394 خورشیدی برابر است با 18 سپتامبر 2015 میلادی. امروز جمعه هست که این برنامه در لس آنجلس ضبط میشه و روز یک شنبه شما بینندگان عزیز نظارگر اون خواهید بود. فرصت کوتاهی دارم فقط برای یک موضوع و بقیه وقت رو میخوام تخصیص بدم به گفتگو با مهمان ارجمند برنامه امروز، آقای دکتر منصور فرهنگ. در ایران شنیدیم که این آقازاده ها با مسابقاتی که میدن با آخرین ماشین های لامبورگینی و نظایر اون چه کارایی میکنن و یک بار هم خبری شنیدیم که یکی از این آقازاده ها با دوست دخترش یا با کسی که سرنشین اون ماشین بسیار گرون قیمتش بود جان خودشون رو از دست دادن به علت همین سرعت بیش از حدی رو که میرفتن توی خیابونهای تهران و رژه میرفتند. در مورد عرض کنم حضورتون این گونه مسائل ما یواشهاش داریم یه چیزایی رو در لس آنجلس میبینیم. هفته پیش اهالی بیورلی هیلز شاهد هنرنمایی دو تا از این آقازاده ها که مدعی شدند که از قطر هستند و مصونیت دیپلماتیک دارند و کسی نمیتونه دست به هیکلشون بزنه و هر کاری دلشون بخواد میکنند، شد موضوع رسانه های محلی و رسانه های سراسر امریکا. تصاویری که میبینید از همین مسابقه فراری یکی از اینها با یک ماشین اسپورت دیگه هست که نمیدونم لامبورگینی هست یا هرچی، و تهدید این آقازاده به کسی که پرسیده بود چرا این کارو میکنید. خبرنگاری بود که این سوالو کرده بود، گفته بود که اگه فضولی بخوای بکنی من سرو نیستت میکنم. تحقیقی که کرد اف بی آی و پلیس لس آنجلس و بعدش هم وزارت خارجه امریکا، معلوم شد که این آقایون هم مثل همون آقایونی که در ایران هستن خالی بندی کردن و هیچ مسئولیت سیاسی ندارن. فعلا رفتن سر وقتشون و گفتن اینها از مملکت خارج شدن. من یکی باورم نمیشه که اینها با این سرعت بیرون رفته باشن. برنامه برجام بعد از مهلت 60 روزه نهایی شده. در این مورد با دکتر منصور فرهنگ صحبت خواهم کرد. در مورد مسائل دیگری که مطرحه و شکننده بودن احتمالی این برنامه در آینده و رجزخانی های آقای خامنه ای که لطمه بزرگی رو زده بود و میتونه در آینده بزنه، و همچنین شعارهای مرگ بر امریکا که در ایران ادامه پیدا کرده امروز و معلوم نیست که آیا واقعا اجرای این برنامه، چون الان از این به بعد این موضوع باید وارد مرحله اجراییش بشه که باز در این مورد با دکتر فرهنگ گفتگو خواهم کرد، باید دید که آیا جمهوری اسلامی به اون چی که وعده داده عمل خواهد کرد یا نه، و آیا دوباره با دو دوزه بازی و پشت پرده و پنهانی کارهایی رو انجام دادن سعی خواهد کرد که کاری رو بکنه که این برنامه به نتیجه نرسد و در واقع باز هم فشاری باشه روی مردم مملکت ما، فشار بیشتری باشه روی برنامه به اصطلاح مسائل مملکتمون و مردمی که سالیان سال از دست این رژیم دارن رنج میبرند و ما دورا دور و از نزدیک شاهد این اقدامات نابخردانه و خارج از نرمهای بین المللی این رژیم همواره بودیم. خب اجازه بدید که من بدون فوت وقت برام و صحبتم رو با آقای دکتر منصور فرهنگ در نیویورک آغاز بکنم. آقای دکتر فرهنگ گرفتاریاشون زیاد بود طی چند هفته گذشته و خوشحالم از اینکه این فرصت دست داده که بتونیم با ایشون باشیم. این شما و این گفتگوی من با آقای دکتر منصور فرهنگ. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، بعد از مدت‌ها که به علت مشغله بیش از حد آقای دکتر منصور فرهنگ این سعادت نصیب بنده نشد که
بتونم در خدمتشون باشم و شما بینندگان عزیزم از صحبتاشون در واقع بهره مند بشین، از اطلاعاتی که در اختیار میگذارند. امروز این فرصت دست داده و من از راه دور در نیویورک بهشون سلام میکنم. آقای دکتر سلام. سلام بر، خیلی متشکرم از دعوت. آقای دکتر فرهنگ، برجام به هر حال بعد از این مهلت 60 روزه هم به پایان رسید و به نظر میرسه که کار این برنامه علارغم تمام مخالفت هایی که میلیون ها دلار هم برای مبارزه باش صرف شد، اون نتیجه ای رو که آقای نتانیاهو میخواستن بگیرن و مخالفین برجام، به اون نتیجه نرسیدن و حالا این برنامه وارد مرحله اجراییش میشه. و درست همزمان با همین رویداد ما دوباره شاهد رجزخانی های جمهوری اسلامی و عروسک های جلوی صحنه هستیم که با مرگ بر امریکا این فعالیتی رو که هیچ معنی و منطقی درش نیست دارن ادامه میدن. اولا میخواستم نظرتون رو بدونم راجع به نهایی شدن این قضیه و شکنندگیش در آینده و همچنین در مورد این شعارها و این مسائلی که ما باش روبرو هستیم، تا بعد بپردازم به مقاله بسیار جالبی که شما مرقوم فرموده بودید. آرش میکنم. ببینید، معضل هسته‌ای ایران و رفتار کردار دولت ایران در دوره احمدی نژاد این قدرت و توانایی رو به امریکا داد که یک اجماع بی سابقه بین المللی علیه ایران درست بکنه، که حتی چین و روسیه، یعنی شورای امنیت به علاوه آلمان، یعنی در واقع همه قدرت‌های با نفوذ جهانی، حتی به طور غیر رسمی ژاپن و هندوستان و کره جنوبی هم داشتن حمایت میکردن از این اجماعی که ایجاد شده بود. و این اجماع باعث شد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در واقع به استخون رژیم بزنه. و دقیقاً اگرچه آقای خامنه‌ای سالها میگه که این تحریم‌ها کوچکترین تأثیری روی رفتار و کردار ایران نداشتن و نخواهند داشت، سرانجام گفت که برای رفع تحریم‌ها ما مجبور به مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 شدیم و این مذاکره محدود به همین موضوع و فراتر از اون نمیره. ولی در این حال آمریکایی‌ها هم در برابر ایران نوعی انعطاف از خودشون نشون داده. یعنی در گذشته در دوره بوش موضع آمریکا این بود که ایران باید زیربنای هسته‌ای خودش رو از بیخ و نابود بکنه و به هیچ وجه غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه، اگر هم برای نیروگاه‌های اتمی نیاز به سوخت داره، این سوخت رو از خارج بخره، حتی تأمین بکنن که این سوخت به موقع برسه و غیر زار. و ایران تحت هیچ فندانی حاضر نبود به عنوان تنها امضا کننده اهدامه بند گسترش تسلیحات هسته‌ای بیاد این محدودیت رو بپذیره. اینه که رسیدن اینا به یک در واقع تفاهمی که امریکا اومد زیربنای هسته ایران رو پذیرفت، که منتها محدودیت های بی سابقه ای گذاشت در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و مقدار اورانیوم ذخیره شده ای که ایران میتونه داشته باشه. این بود که در واقع این انعطافی که دولت اوباما نشون داد و پذیرش تحریم‌های محدودیت‌های بی سابقه روی برنامه، این به این توافق رسیدن. و اگرچه به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان که بیشتر به هیچ وجه نمی‌خواستن اوباما دستاوردی در حریم سیاست خارجی یا داخلی داشته باشه، یعنی کسانی که در این در 6 سال نیمی که اوباما رئیس جمهور بوده هرگز با هیچ یک از پیشنهادات او در هیچ موردی موافق نبودند، اینها رأی میدادند بر ضد هر پیشنهادی که او میکرد. و البته نفوذ لابی اسرائیل هم بود که پول زیادی خرج کردند، تونستن افکار عمومی رو که حدود 2 ماه قبل 55-60% از مردم حمایت میکردند
ولی وقتی به رأی گیری کنگره رسید، رسیده بود به 45%. یعنی این تبلیغات رادیو تلویزیونی وسیعی که میلیون ها دلار روش خرج شد تأثیر داشت. ولی از اونجایی که خود این توافق نامه منطقی بود و به نفع امنیت اسرائیل و امنیت آمریکا بود، یعنی حداقل در طی 15 سال آینده این امکان رو از ایران میگیره که در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، و تازه بعد از 15 سال هم باز ایران بر مبنای تعهداتی که به عنوان امضا کننده عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای داره، باید برنامه هسته‌ایش محدود به مقاصد فنی، علمی و صلح‌آمیز یونه باشه. به این دلیل وقتی ما نگاه میکنیم به کسانی که حمایت کردن از این اکثریت بزرگ کارشناسان امور خاورمیانه و اهل فن از نظر علمی وارد به مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای، از این توافقنامه حمایت کرد. حتی در حزب جمهوری خواه کولین پاول که وزیر خارجه بوش بود، ریچارد دوگن که یک جمهوری خواهی بود که سالها رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بود، و برد سکوکرافت که مشاور امنیتی رونالد ریگن و بوش اول بود، اینها اومدن و حمایت کردند. بنابراین به دلیل حمایت کارشناسان و اهل فن، دموکرات ها متحد موندن و تونستن جلوگیری بکنن از این که اصلا این موضوع وارد دستور کار مجلس سنا بشه. حالا از اینجا به بعد باید دید این خیلی تدریجی است. ایران باید تعداد کل چرخک‌های سوخت رو از 19,000 تبدیل بکنه به 5,060 و باید 93% از اورانیوم ذخیره شده خودش رو یا رقیق بکنه، تقلیل بده به اون جایی که دیگه نمیتونه مورد استفاده نظامی قرار بگیره، و یا اینکه از کشور خارج بکنه. این هرچ و بعد کارشناسان آژانس بین‌المللی اتمی اینها در ایران باید برن بازرسی بکنن و گزارش بدن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، و همینطور که ایران به این تعهدات عمل میکنه، تحریم ها هم قدم به قدم برداشته میشن. یعنی از حالا به بعد باید دید که آیا ایران به اون چیزی رو که متعهد شده عمل میکنه، و در برابر اون حداقل تا اوباما هست، یعنی 1 سال و 3 ماه دیگه، 1 سال و 4 ماه دیگه، او این توانایی رو داره که بسیاری از تحریم ها رو در مراحل اولیه به طور موقت لغو بکنه، و بعد در مرحله نهایی که ایران به همه تعهدات خودش عمل میکنه، این تحریم ها به کلی لغو بشن. متشکرم. آقای دکتر، گفته میشه که الان افکار عمومی، در واقع افکار عمومی موافق با این برنامه برجام، رسیده به 22% موافق و بقیه مخالفن. من فکر نمی کنم. اینو بستگی به این داره که این نوبلی تو اونجایی که من دیدم رسیده بود که کمترینش رسیده بود به 45%. ولی توجه داشته باشیم که این تبلیغاتی که واقعا ما این رو خوب میفهمیم، این تبلیغاتی که علیه این توافق نامه مطرح بود، این آگهی های وسیع تلویزیونی رادیویی غیر زالک، اینها چهره خامنه ای رو نشون میدادن، چهره احمدی نژاد نشون میدادن، و در واقع اون تصویر بسیار منفی ایران که در ذهنیت جهان غرب وجود داره، خصوصا در آمریکا، اونو داشتن می آوردن، و این کاملا قابل فهمه. اگر امروز مردم آمریکا قیافه احمدی نژاد و حرفای و مهملات و اباطیل احمدی نژاد رو در واقع نماینده اون رژیم میدونن، و از اینکه مردم نسبت به ایران بی‌اعتمادن، خود اوباما هم بی‌اعتماده، هیچ تردیدی نیست که اگر با گذشت زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش بده که ایران به تعهدات خودش عمل کرده و خطر این که ایران در جهت کسب توانایی
برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، در اون موقع افکار عمومی تغییر میکنه و در انتخابات آینده سنا یا مجلس نمایندگان و یا ریاست جمهوری این موضوع میتونه به نفع دموکرات ها تموم بشه، برای اینکه برای اولین بار یک خطری رو که در اونجا میدیدن بدون استفاده از گزینه نظامی و هزینه سنگین جنگ، اون هم جنگ هایی که پیامد های اون غیر قابل پیش بینی است و نمونه اون رو در عراق و لیبی و سوریه داریم میبینیم، اوباما اومد و با استفاده از حربه دیپلماسی و با صبوری 2 سال طول کشید تا تونست این خطر رو رفع بکنه. اگر ایران عمل بکنه و بی‌اعتمادی به ایران که در مردم وجود داره و کاملا هم قابل فهمه، این فقط از طریقی میتونه نفع بشه که بازرسان آژانس بین‌المللی بگن که ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده و طبق این اصولی که در این توافق هسته‌ای وجود داره ما میتونیم مطمئن باشیم که ایران در جهت کسب تبادلی برای ساختن سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کنه، نه بالفعل و نه بالقوه. متشکرم دکتر فرهنگ. باز همزمان با این نظرخواهی‌ها از مردم امریکا در که سوال شده با جنگ موافقن یا مخالف، بالای 70% مخالفت خودشون رو با جنگ اعلام کردن که اون میتونه یک نکته مثبتی باشه. اشاره کردید به صاحب نظران عالی قدری که از این برنامه دفاع کردن، از جمله آقای کولین پاول، آقای اسکوکرافت و سایر صاحب نظران. جناب عالی هم همراه با بسیاری از هموطنان صاحب نظر، اندیشمند و فرهیخته نامه ای رو به کنگره امریکا نوشتید. شما که با تک تک اون افراد تقریبا میشه گفت که سالیان سال با جمهوری اسلامی دارید مخالفت میکنید، با دیدگاه هاشون، با کارهایی که انجام میدن، چطور شد که در این مورد این اقدام رو انجام دادید؟ ببینید، ما یک در جهان سیاست، در دنیای واقعیات، ضدیت با رژیم معنیش این نیست که اون رژیم هر کاری بکنه شما بر ضد اون رژیمی. ما با موجودیت این کسانی که این امضا کرده بود، ما خودمون رو به عنوان مخالفین و منتقدین رژیم معرفی کردیم و در اون نامه هم که نوشته بودیم راجع به حقوق بشر، راجع به طور کلی وضعیت اسفناک سرکوب آزادی خواهان و دگراندیشان در ایران، اقلیت های مذهبی، همه اینا رو توضیح داده بودیم، ولی در این حال گفته بودیم که به این توافق نامه باید رأی موافق داد، برای اینکه اگر این توافق نامه تایید نمی شد، یعنی از طریق دیپلماسی ایران و گروه 5+1 نمیتونستن این معضل هسته ای رو حل بکنن، احتمال قریب به یقین کار به جنگ کشید. بنابراین رژیم ایران برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک تصمیم اساسی در حریم سیاست خارجی گرفته که با منافع ملی ایران هماهنگه. من هیچ نمونه گروگانگیری، جنگ ایران و عراق، فتوای قتل سلمان رشدی، کمک های وحشتناکی که به سوریه و حزب الله دارن میکنن و بسیاری از این تلاش هایی که هیچ شک از اونها ارتباطی با منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ما نداشته، ولی این یکی به این دلیل که از روی اجبار وارد گفتگو شدن و به ضرورت ایجاب کرد که این توافق نامه رو بپذیرن، در ایران سنجش افکار نشون میده که 83% از مردم ایران حمایت میکردن از این توافق نامه، در حالی که اگر مردم بپرسیدن کمک های نظامی و اقتصادی بیش از 20 بیلیون دلار به سوریه، خب ما میتونیم بگیم نظرشون چیه، یا راجع به گروگانگیری یا راجع به جنگ ایران و عراق و 6 سال بعد از خروج نیروهای عراق از ایران ادامه دادن. بنابراین اینجا خود این عمل، حالا نیت و وضعیتی که ایجاب کرده بود رژیم در این جهت که حرکت بکنه، اون ما میدونیم که به اصطلاح محصول
این تقابل ایران و مشکلات اقتصادی داخلی ایران بوده، ولی این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که خود این توافقنامه و نتیجه‌ای که در عمل میده برای صلح و امنیت جامعه ایران مفیده. متشکرم آقای دکتر. امضای بسیاری از شخصیت‌های برجسته کشورمون رو که در خارج از کشور هستن بیشتر پای این نامه که با همت شما و خانم دکتر توحیدی گویا تنظیم شده بود دیدیم. خود خانم دکتر توحیدی امضا کرده بودن، آقای دکتر علمداری امضا کرده بودن، دکتر عباس میلانی امضا کرده بودن و جمع کثیری که این نامه رو امضا کرده بودید. یک سوال من ناتمام بدون جواب بود. دکتر فرهنگ، نظرتون راجع به شکننده بودن این قرارداد یا این برنامه اون طوری که بعضی از صاحب نظران هموطن ما در خارج از کشور مثل آقای من ابا دارم از این که یعنی ترجیح میدم اسم نبرم ولی چون خیلی واضحه و نظر ایشون مطرح شده در رسانه‌های فارسی زبان، آقای بیژن کیان معتقدن که این قرارداد هیچ چیزی رو بر علیه جمهوری اسلامی نداره، بر علیه اقدامات جمهوری اسلامی و بالاترین امکانات رو داده به جمهوری اسلامی و در واقع خیلی صحبتایی رو که سران جمهوری اسلامی هم مدعی هستن که در این زمینه پیروز بودن میشه در صحبتای ایشون شنید و ایشون تنها هم نیستن در این زمینه. چیه نظرتون واقعا این قرارداد که شما به طور کامل مطالعه کردید به نظر میرسه که تا اونجایی که میشه سختگیری هایی که لازم بوده درش مطرح شده، چیه نظر شما؟ دقیقا شما ببینید کسانی که آمریکایی ها شخصیت هایی مثل نوم چامسکی، ریچارد فالک و استفن والد، کسانی که سخت مخالف سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بودن و مخالف رژیم ایران به دلایل حقوق بشر و آزادی های مدنی هستن، همه از این حمایت کردن، نه به این دلیل که این یک ایدئاله بلکه حل یک مسئله خاصی است. من نمیدونم که چطور ممکنه کسی این عهدنامه رو بخونه و به این نتیجه نرسه که ایران محدودیت های بی سابقه ای برای اولین بار در تاریخ عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای رو پذیرفت. هیچ کشور، هیچ امضا، نزدیک به 190 کشور این عهدنامه رو امضا کردن و ایران تنها کشوری است که تمام این محدودیت ها رو پذیرفته برای اینکه تحریم ها به مرور رفع بشن. من اینو با دقت خوندم و گوش دادم به دانشمندانی که از جهت فنی و علمی خصوصا مثل مونیتس بله. که از استاد دانشگاه MIT بود، الان هم وزیر انرژی آمریکاست، که او به عنوان یکی از برجسته ترین و دانشمندترین علمای علم انرژی هسته‌ای در دنیا معروفه. دفاع او رو بخونید. بنابراین در اینجا اگر کسی بخواد دنبال واقعیت بره باید سعی بکنه که اصل این توافقنامه رو بهش توجه بکنه و نظریاتی که افراد و گروه های مختلفی که 100% مخالف سیاست خارجی آمریکا و مخالف ایرانن ولی طرفدار صلح هستن و نمیخوان جنگ دیگری در خاورمیانه انجام بگیره، همه اونها کم و بیش متفق القول بودن که این عهدنامه بهترین امکان و راه موجود بود که این معضل میتونست حل بشه. این کسی بخواد بگه این به نفع ایران شده، این واقعا من نمیدونم به چه شکلی ما میتونیم بگیم این به نفع ایران بود، فقط از این جهت که اگر معیار دولت بوش قرار بدیم که ایران تحت هیچ عنوانی نباید غنی‌سازی اورانیوم زیربنای هسته‌ای در ایران داشته باشه که اونم تنها امضا کننده عهدنامه من گسترش و تسلیحات هسته‌ای که اصلا استثناء عجیبی بخوان قائل بشن، حالا هر چیزی که ما راجع به رژیم بخوایم فکر بکنیم، ولی از هر تا اونجایی که من میدونم ایران محدودیت های وسیعی رو پذیرفته و اگر به همه تعهدات خودش عمل بکنه، اینجا اگر وجود داره، برای اینکه ما رژیم ایران رو میشناسیم، تقیه در رژیم ایران یک اصلی است که همیشه راهنمای ایناست، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی دروغ گفتن
و به طور کلی مغلطه کردن برای رژیم ایران یک وظیفه مذهبی است برای رسیدن به اهداف خودشون، که امروز اون اهداف فقط مربوط به قدرته. با همه فسادی که در اونجا وجود داره هنوز اینا از زبان و استعارات مذهب استفاده میکنن. اینه که ما باید بگیم اگر ایران به تعهدات خودش عمل بکنه، این معضل به طور مسالمت‌جویانه حل شده و خطر جنگ علیه ایران رفع شده. متشکرم دکتر فرهنگ. بعدم موضوع این شعارها که امروز هم باز شاهدش بودیم در نماز جمعه که مرگ بر امریکا ادامه پیدا کرد، و صحبتایی که چند روز پیش آقای روحانی کرد که ما به زودی از مدرن ترین و پیشرفته ترین سانتریفوژ ها در مراکز اتمی ایران استفاده خواهیم کرد، و بعد صحبتایی که هفته پیش آقای خامنه ای کرده بود، تمام اینا دستاویز خیلی خوبی بود برای مخالفین این برنامه، و هنوز هم این داستان ادامه داره. فکر نمی کنید که این صحبت ها، این رجزخوانی ها میتونه شکننده بکنه این برنامه رو؟ این رجزخوانی ها منطق خاص خودش رو داره و هدف این رجزخوانی ها ارتباط مستقیمی با برنامه هسته‌ای ایران نداره، بلکه یکی مربوط به بلند پروازی ها و خودشیفتگی آقای خامنه ای در منطقه است و اقراق‌گویی در مورد توانایی رژیم ایران یا شخص خودش در رابطه با نفوذ گذاشتن روی امور سیاسی. یکی هم مربوط به رقابت‌های داخلیه. رژیم ایران یک ویژگی خاص داره که تا اونجایی که من اطلاع دارم در هیچ سیستم استبدادی دیگه‌ای نمی‌بینیم، و اون اینه که یک سیستم از بیخوبان استبدادی فراگیر، یعنی حتی سیستمی که استبدادش محدود به امور سیاسی نیست بلکه به حریم خصوصی زندگی هم دخالت میکنه، در درون این سیستم رقابت انتخاباتی وجود داره. البته کسانی فقط میتونن در این انتخابات شرکت بکنن که مورد تأیید یک گروه معممینی باشن که خودشون منتسبین آقای خامنه ای هستن، و این موضعی رو که میگن از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، یکی از راههایی است که طرفداران این رژیم، بادمجون دور قاپچین های این رژیم، بتونن به اهداف خودشون. فساد عجیبی که در ایران وجود داشته، بسیاری از این نمایندگان مجلس در این فساد شریک بودن. بنابراین این رقابتی که در اونجا وجود داره، این رقابت از هر موضوعی استفاده میکنه که بخواد رقبای خودش رو، که رقبای خودش ارتباطی به مردم و جامعه ایران ندارن، بلکه رقبایی که از درون این رژیم مورد تایید قرار گرفتن. موضوع سومی هم که در واقع وجود داره، این گروه های به اصطلاح تندرو، رادیکال، بنیادگرا، خامنه‌ای و شرکا، اینها این گروه تکنوکرات های رژیم رو، مثل روحانی و مثل ظریف و مثل کابینه او رو، این تضادی که در درون رژیم وجود داره، یعنی رژیم ایران رسیده به سر دوراهی بعد از 6-7 سال که خواسته دنیا رو از نو بسازه، میبینه که ادامه راه گذشته جز انزوای سیاسی و مسائل روزافزون اقتصادی دستاوردی براشون نداشته، و بعد آقای روحانی مرتب میگه ما باید وضعی در ایران ایجاد بکنیم که سرمایه خارجی به کشور جذب بشه، ولی سرمایه خارجی فقط به کشورهایی جذب میشه که از امنیت دراز مدت برخوردارند. تا اونجایی که بخواد سرمایه خارجی وارد یک کشوری که مثل ایران باشه که نمیدونن فردا چه خبر میشه، نمیدونن سپاه پاسداران چه میکنه، خامنه ای چی میگه، اینا فقط در رابطه با اهداف و دستاوردهای کوتاه مدت، سرمایه گذاری نیست که کار تولید بکنه. خرید و فروش های کوتاه مدتی است که بخشی فروشندگان و خریداران ازش استفاده میکنن، ولی الزاماً برای اقتصاد کشور پیامد مثبتی نداره. از یه طرف دیگه اینو خامنه‌ای میفهمه که به یه همچی بنبستی رسیدن، و تنها راه این که از این بنبست بیان بیرون حرکت در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهانه. ولی از اون طرف دیگه
اینها 36-7 ساله که مرگ بر آمریکا، تقابل با آمریکا، تقابل با فرهنگ آمریکا و فرهنگ جهان غرب رو به عنوان ابزاری برای بسیج و مقصوی پایه اجتماعی خودشون. رژیم ایران در این 36-7 سال بیش از 4 میلیون انسان ایرانی رو استخدام کرد، در سپاه پاسداران، در بسیج، در بنیادهای دین متعدد، در تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی کشور. و برخلاف گذشته تاریخ بسیاری از کشورها، وقتی اینا میخوان اینا رو استخدام بکنه، این افراد و گروه هایی که استخدام میشن از یک امتحان ایدئولوژیک باید بگذرن و اینا میرن از بخشای محرومتر جامعه، میرن در دهات و در بخشایی که از نظر مذهبی سنتی ترن، دانش امروز رو قدش اونا رو استخدام میکنن. بنابراین برای رژیم این دستگاه سرکوب، این دستگاه امنیتی برای مقابله با مخالفین و منتقدین رژیم یک ضرورت اجتناب ناپذیره و خامنه ای هرگز نمیخواد که این گروه و این عناصر که سپاه پاسداران و رهبران سپاه پاسداران نمایندگان و سخنگویان اونها هستن، اینها فکر بکنن که دارن حذف میشن یا حاشیه نشین میشن. بنابراین اون میاد به قول معروف خودمون، هم خدا رو میخواد هم خرما رو، نه سیخ بسوزه نه کباب. انقدر حرفای متناقض زده این خمینی که هر کسی که هر چی دلش بخواد میتونه بره یه سخنرانی خاصی دوتا جمله رو بکشه بیرون بگه آقا اینو میگه، یکی هم بره اونجا ضد اونه بیاره بیرون بگه آقا اینو گفته یک هفته قبل یا دو هفته بعد. این بازی است که خامنه ای برای ایجاد توازن بین جناح‌های رقیب در درون رژیم، که این جناح‌ها فعلا چشمشون به انتخابات هفتم اسفند هم هست، به اونجا دوخته شده. این بازی خامنه ای رو تو این چارچوب ما باید بفهمیم و بعد اینکه از اونجایی که خامنه ای میخواد بگه که صدور انقلاب تموم نشده و ما مرتب خودش رو به عنوان یک انقلابی معرفی میکنه، تنها راه این که این صدای انقلابی به گوش مردم به قول معروف The Arab Street، یعنی توده های مردم عرب برسه که واقعا امروز در چه فجایعی زندگی میکنن، اونجا شعار ضد آمریکایی میده، شعار ضد اسرائیلی میده. هر مستمعین این شعارها توده های عرب هستن، نه مردم ایرانن و در جهان غرب هم که نتیجه 100% معکوس داره. ولی اگر شما به خاورمیانه برین، در اونجا به دلیل استیصال و مصیبتی که توده های عرب در اونجا هستن، خیلی از اونها آمریکا رو متهم میکنن که با رفتن به عراق و سرنگونی صدام حسین آغازگر تمام این فجایع در اونجا بوده و اینا هنوز اونطوری که باید و شاید درک نمیکنن که ایران و آمریکا در ایجاد این فاجعه در عراق با هم همکاری کردند. یعنی گروه البدر بریگید، لشکر البدر که 12,000 سرباز داشت و اینها در ایران تمرین دیده بودند، آموزش دیده بودند، مسلح شده بودند. بعد از سرنگونی صدام حسین از طریق جنوب خاک ایران وارد عراق شدند و این گروه البدر در پاکسازی سنی ها در شهرهای عراق نقش بسیار مخربی داشت. یعنی ایران در پاکسازی سنی ها در شهرها که تعدادشون به نزدیک به 4 میلیون رسید، جنایت بزرگی کردن اونجا که با کمک شیعیان دست راستی عراق و حمایت تسلیحاتی، حمایت نظامی و اقتصادی ایران مسئول این هم است. حالا اون حمایتی که در گذشته ها توده های مردم عرب بینشی که نسبت به انقلاب ایران داشتن تغییر اساسی کرده و همه فهمیدن که ایران، ولی هنوز که هنوزه این ضدیت، شعارهای ضد آمریکا و ضد اسرائیل برای یک گوش شنوایی در بخشی از جوامع عرب داره. و خیلی جالبه که در برنامه های عربی صدا رادیو تلویزیونی ایران این موضوع با شدت بیشتری دنبال میشه، در حالی که تو برنامه انگلیسی و فارسی به طور نسبی خیلی کمتر، برای اینکه مستمعین اونجا هستن. و همینطور که یک بار دیگه هم بهتون گفتم، این موضوع
بهترین کمکی است که خمینی، خامنه ای و شرکا دارن به دست راستی ترین عناصر در اسرائیل میکنن، و اون اینه که خطر اساسی که متوجه منطقه خاورمیانه است از ایرانه. بنابراین همه توجه و منابع و فکر و ذهن جهان غرب باید متوجه این باشه چگونه ایران رو مهار بکنه، با این کار مسئله فلسطین حاشیه نشین بشه. یعنی اینکه در خود اسرائیل نگرانی امنیتی مهمترین مسئله بشه، و اگر اینطوری بشه دست راستی ها پیروز میشن. همیشه هر چقدر که ترس در جامعه زیاد باشه، این از زمان افلاطون و ارسطو همین توضیح میدادن، ترس هر چقدر زیاد بشه، نگرانی امنیتی هر چقدر زیاد بشه، به نفع دست راستی ها تمام میشه. و به همین دلیل هم است که طرفداران صلح، طرفداران حل مسئله فلسطین در اسرائیل امروز در موضع دفاعی قرار دارند و اقلیتی شدند. یکی از دلایل اینکه صلح دوستان اسرائیلی، طرفداران حل مسالمت جانی مسئله فلسطین در اقلیت قرار گرفتن، یکی از دلایلش تبلیغات باطل و پوچ و در ضمن تحریک‌آمیز ایران علیه قوم یهود و علیه اسرائیل. و توجه داشته باشیم که وقتی راجع به تهدید کردن قوم یهود ما صحبت میکنیم، مردمی هستند که 2000 سال مورد تبعیض و ستم قرار گرفتن، مردمی هستند که اینها هولوکاست رو به یاد دارن. یکی بیاد آمریکایی ها رو این تهدید رو بکنه، اون تأثیر روی ذهنیت و رفتار اونها نداره. ولی وقتی در اسرائیل این کار رو کرد، مردمی که اون خاطرات وحشتناک بخشی از زندگیشون، بخشی از دانششون، بخشی از تحصیلاتشون شده، به طور اجتناب ناپذیر این تهدیدات رو جدی میگیرن. و دست راستی های اسرائیل با تشدید این تهدیدها میخوان که مردم رو در حالت ترس و نگرانی امنیتی نگه دارن، که خودشون بتونن در برابر نیروهای صلح‌جو و لیبرال اسرائیل موفق بشن در انتخاب. آقای دکتر، در مورد حمله به اسرائیل اشاره کردید به هم رسم شدن ایران با امریکا. بسیاری از تحلیلگران آقای جورج دبلیو بوش رو بزرگترین مسئله میدونن که او بود که این با استفاده و اتکا به اطلاعات غلطی که در اختیارش گذاشته بودن و با جدیت این کار رو پیش برد، در حالی که راه های دیگری هم اون روزها پیشنهاد میشد و میتونست به صورت دیگه ای بری. آیا فکر نمی کنید که ادعای این عده که جورج دبلیو بوش بزرگترین اشتباه رو در این مورد کرد وقتی که وارد عراق شد و این شرایطی که ما الان شاهدش هستیم او مقصرشه؟ بدون تردید، و این اشتباه او اشتباه یک بینش راجع به خاورمیانه و به طور کلی در سیاست خارجی آمریکا در اون زمان. در قبل از 11 سپتامبر، اگر شما از بعد از مرگ خمینی تا 11 سپتامبر به تبلیغات ایران، به روزنامه های ایران، به ادعاهای ایران، به نمازجمعه های ایران گوش میدادین، نگرانی تمامشون در دو طرف بود، یکی طالبان در افغانستان، یکی صدام حسین. توجه به آمریکا و اسرائیل بسیار بسیار قلیل، اصلا نقش اساسی در تبلیغات و پرگویی های و اباطیل نماز جمعه وجود نداشت. ولی وقتی که بوش اومد و ایران رو کرد یک قدرت در عراق، یعنی تمام کسانی که وارد خاک عراق شدن و حکومت رو به دست گرفتن، در رأسشون ملکی، اینا 20 سال بود که در ایران زندگی میکردن و مورد حمایت رژیم ایران بودن و یک نیروی نظامی هم داشتن به البرج. بنابراین این بوش بود که ایران رو، که عراق رو به قول معروف خودمون گذاشت روی سینی و تقدیم رژیم ایران کرد، که البته حالا رژیم ایران چه مصیبتهایی در اونجا ایجاد میکنه و سر چه نتایجی اینا برای مردم ما داره، اونا بحث دیگری است. ما داریم راجع به رژیم صحبت میکنیم، نه ارتباطی این کار. بذارید خب به طور خلاصه بگم، موقعی که بوش گفت خداوند به او دستور داد که صدام رو سرنگون بکنه، بله، دو روز بعدش نماز جمعه های تهران گفتن که خداوند از طریق
از زبانی که استفاده میکردن از راه‌های خاص خودش اومد، از شیطان بزرگ استفاده کرد که دشمن اصلی ایران رو از بین ببره. این تفسیر و توجیه ایرانی‌ها از این ماجرا بود. بدون تردید دولت و اینا میخواستن چیکار بکنن، اومده بودن اونجا که به اصطلاح دموکراسی، حالا اگر بپذیریم که اینو میگفتن، مگه دموکراسی خرما و موزه که کسی بتونه صادرش بکنه کشورهای دیگه؟ هر جایی که دموکراسی به وجود اومده از بطن اون جامعه جوشیده و در فرهنگ اون جامعه رشد کرده با همه مشکلات و با همه بن‌بست‌هایی که گرفتارش بوده. با یک نمونه نداریم که یه زور خارجی بیاد و بخواد دموکراسی ایجاد بکنه در جایی که اصلا احساس هویت ملی اینقدر ضعیف بوده که مردم میگه من شیعم، من سنیم، من کردم، من ترکمنم. که عراق به این معنا که یک کشور باشه از سال 1936 شروع شده در واقع. بنابراین آمریکایی‌ها این به اصطلاح نئوکان‌ها که اومدن این شعار اکسپورت دموکراسی رو دادن، مسبب فجایع، یکی از بزرگترین مسببین این فجایع و تنها کشوری که در خاورمیانه در این فاجعه شریک و همراه آمریکا بوده ایرانه. متشکرم. دکتر فرهنگ، مقاله مرحوم فرموده بودید، اشاره کردید به نوعی پارانویایی که این دیکتاتورها بهش دچار میشن و بعد خیال میکنن که واقعا مرکز دنیا هستن، علارغم تمام سوابق تاریخی رو که ما شاهد بودیم و دیدیم که چطور آخر و عاقبت این دیکتاتورها به نابودی و به لطمه های زیاد به کشورهایی رو که برش حکومت میکنن بوده، ولی این داستان ادامه داره. چیه داستان؟ چرا این گونه افراد درس نمیگیرن از تاریخ؟ لورد اکتون یک دیپلمات و سیاستمدار انگلیسی بود در قرن 19 که کتاب‌های زیادی نوشت و هنوز هم عده‌ای از پژوهشگران به کارهای او ارجاع می‌کنند. ولی او یک جمله گفت که این جمله گفت قدرت فساد ایجاد می‌کنه و قدرت مطلق فساد مطلق. هیچ کس نمیدونه اینو کی گفته، ولی زد در تمام زبانهای دنیا به این ترجمه شده این عبارت و روزی نیست که مرتب تکرار نشه بدون اینکه کسی بدونه این اول چی گفت. حالا در زمان ما عده ای از روانشناسان و کسانی که دنبال به اصطلاح سایکوپاتولوژی آف پاور، یعنی این بیماری و گرفتاری قدرت هستن، اینها میگن اون در رابطه با یک سیستم، در رابطه با رژیم به جای خودش هست، ولی اون فردی که در رأس این سیستم قرار داره، یعنی قدرت بلا منازع، یعنی خمینی، شاه، قذافی، حسنی مبارک، بشار اسد، هر کدوم اینا رو بگیم، اینها با وقتی این از این قدرت مطلق استفاده میکنن و اطرافیان اونها هدفشون و کارشون برای پیشبرد منافع خودشون تأیید نظریات این فرده، این فرد ارتباطش با واقعیت گسسته میشه. یعنی بادم جون دور قابچینه آقای دکتر؟ بله، نوعی جنون به او دست میده. جنون نه به این معنا که رفتارش با اعضای خانواده و دوستان و مسائل دیگه تغییر میکنه، بلکه جنون در این رابطه خودشیفتگی پیدا میکنه، اغراق‌گویی راجع به توانایی خودش ایجاد میکنه، انتقاد رو با دشمنی یکی میدونه و میخواد که هم مردم ازش بترسن هم عاشقش باشن و این خودش نوعی بیماریه. من شخصا فکر میکنم که خامنه‌ای دقیقاً گرفتار این بیماری روانی به عنوان یک فرد شده و اگر به مهملاتی که مرتب تکرار میکنه و تناقض‌گویی هایی که داره و حرفایی میزنه که اصلا واقعا از نظر منطق و تاریخ تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه و کوچکترین ارتباطی هم با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ما، یعنی منافع ملی ما، نداره، ولی این جنون که این جنون و اطرافیان حدود 4,000 نفر توی برای آقای خامنه‌ای و تشکیلات او کار میکنن، یعنی در واقع قدرت اساسی در ایران شده مجلس و شورای نگهبان و نمیدونم شورای مصلحت و این حرفا، به کلی بی‌معنیه. دستگاه قضایی هم که 100% زیر نظر خودشه.
این آدم برای من تردیدی وجود نداره که نمیتونه یه مغز سالمی داشته باشه، برای اینکه اطرافیان او به قول شما بالمجون دور قابچینا به اصطلاح خودمون، که خیلی هاشون هم به خاطر منافعشون هر دروغ و حق بازی که باشه به کار میبرن برای اینکه بتونن در موقعیت خودشون بمونن، ولی نتیجه اون فاجعه بار برای جامعه، بیکوز در برابر رهبری قرار دارن که ارتباطش با واقعیت ها گسسته شده و توانایی درک بینش انتقادی یا اصلاحی رو به هیچ وجه نداره. و همون در اون مقاله که من در واقع براشون فرستادم، اون نقل یک کتابه. بله بله. سنده اون کتاب اومده 4-5 تا از این رهبران عرب رو، بیوگرافی اینها رو، یعنی زندگی اینها رو دونه دونه مطالعه کرده و دقیقاً به این نتیجه رسیده که اینا بعد از رسیدن به قدرت و مطلق‌اندیش شدن گرفتار این بیماری یعنی گسستگی از واقعیات شدن. تنها نکته‌ای که بخواد آدم به این اضافه بکنه، در خاورمیانه بجز اسرائیل امروز، بجز اسرائیل، ما یک رهبر کشور به اصطلاح head of state، یک راه کسی که از رئیس جمهور یا شاه یا هر یه رهبر کشور بازنشسته نداریم و هرگز هم نداشتیم. یعنی هر کسی که به قدرت میرسه یعنی رهبر کشور میشه، خودش رو صاحب کشور میدونه نه حاکم کشور. و وقتی صاحب کشور دونست بر این اصل عمل میکنه که هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. و تمام اینها تو تاریخ منطقه نشون میده که وقتی به قدرت رسید یا در موضع قدرت یکی میاد میکشدش، یک کودتایی علیهش میشه یا میمیره و بعد جنگ و جدال و رقابت بر سر جانشین او درست میشه. و این فاجعه ایست که قبل از اینکه آمریکا به وجود بیاد، قبل از اینکه کلونیالیسم و امپریالیسم وجود داشته باشه، این زندگی سیاسی و فرهنگ سیاسی اون منطقه است که رهبر یعنی صاحب کشور و هر غلطی دلش میخواد میتونه بکنه و کسی هم جرأت این که او رو از طریق خواست و مشروعیت مردم، شاه میگفت من سایه خدا روی زمینم، آقای خامنه‌ای میگه من نماینده امام زمان روی زمینم، هر دو تا ایشون یه زبان مختلف استفاده میکنن ولی در واقع برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خودشون و توجیه بیماری خودشون میان از یک مرجعی استفاده میکنن که ما نمیدونیم امام زمان کی بوده و نمیدونیم خدا کدوم بوده که سایه داشته باشه. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه گذاشتید. امیدوارم در آینده نزدیک باز بتونیم از نظرات جناب عالی در این برنامه برخوردار بشیم. در طول مدتی که گرفتاری‌های جناب عالی اجازه نمیداد در این برنامه باشید و ما از محضرتون استفاده بکنیم، ایمیل های زیاد و تلفن های زیادی رو داشتم که سراغ شما رو می گرفتن. امیدوارم اونها امروز خوشحال باشند از اینکه جناب علی شرکت داشتید در برنامه. با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. بینندگان عزیز، برنامه گلگشت امروز در اینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده که با مهمان ارجمند دیگری در خدمتتون خواهم بود، از همه شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از سپهر عزیزم که همواره با من همکاری میکنه در کارگردانی این برنامه. روز و روزگار به شما خوش.